سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 ایول تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. دلشاد کراسافچیک و شریکانش در بازه چویکا واگنر پنهان شدند. پیش روی بیدادگری اومان رو بگیرید مراجعت مسلمانون کتلنیک به ولادیمیر پوتین. ملاقات پوتین با پریگوژن و 35 فرمانده چویکا واگنر بعد آشوب این گروه. ساکن ترسونزاده امسرش رو کشت و سپس قصد جان خود کرد. سورپریز آشپز معروف ترک براک برای زنان و دختران رارو به شهر دوشنبه. و اکنون تفصیلات خبرها. یک منبع آگاه پایگاه خبری بامداد روز 11 ایول سال 2023 خبر داد که دلشاد سید مرادوف، کارمند سابق مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و سرکرده گروه آدم ربایی که معاون اول رئیس آریان بام شورت اسمت اللهف را بوده کشتند و چندی از شریکان او از تاجیکستان فرار کردند و در روسیه یا اوکراین در یکی از پایگاه ها یا بعضی های شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر پناه بردند. و گفته هم صحبتان بامداد، کارمندان پلیس روسیه برای تفتیش به منظر پدر عروس دلشاد کراسافچیک در کنار مسکو آمدند ولی خود او را پیدا نکردند. همسر دوم او به پلیس روسیه گفته است که دلشاد سید مرادوف آنها را از دوشنبه به اینجا آورد و خودش رفت و آنها نمیدونند که او به کجا رفته است. اما منبع بامداد میگوید که ایز دلشاد کراسافچیک و شریکانش را باید در بعضی های چویکا واگنر جستجو کنند. این در حالی است که چویکا واگنر یک گروه پرنفوذ و خودسر است که در صفهای خود هزاران مبوس سابق را متهم و مصالح کرده است. ولی مقامات حفظ حقوق روسیه به افراد واگنر و پایگاه های آن عملا دسترسی ندارند. منبع بامداد میگوید اکثر اعضای گروه متشکل جنایتی تحت رهبری دلشاد کراسافچیک تا بودن شورت اسمت اللهف در صف چویکا واگنر در اوکراین می جنگیدند. رابودن معاون رئیس آریان بانک نیز شام 23 ایون سال 2023 در ساعتهای صورت گرفت که مالک واگنر افگنی پریگوژن در روسیه دست به آشوب مسلحانه زده بود. سید مرادوف هم مسلکان خود را هنگام در چویکا واگنر خدمت کردنش از بین توجکای جمع آورده بود که برای پول کار کردن یا گرفتن شهروندی روسیه و یا با وعده عفو و آزادی از مبسوی روسیه به این شرکت حربی پیوستند. نقشه ربودن اسمت اللهف رانیز آنها انگامی در صف چویکا واگنر بودنشون کشیده بعد و شنبه فقط برای آن آمده بودند که کار رو انجام داده پول و مال این بانکدار رو به دست بیارند و باز به روسیه برگشته در پایگاه های چویکا واگنر پنهان شوند. بنابر اطلاعات دوستانی کل تاجیکستان، گروه متشکل جنایتی دلشاد سید مرادوف نقشه ربودن اسمت اللهف را هنوز ماه مارس سال 2022 کشیده بود. به اطلاعات دوستانی این دسته بیش از 10 نفر را در بر میگرفت که از این شمار 5 نفر دستگیر شده بقیه فرار کردند. از جمله روز 24 ایون بلافاصله بعد با شکنجه کشتن شورت اسمت اللهف در دهه شاداب جماعت چهارباغ نویه ورزاب، دلشاد سید مرادوف و اکبر احمدوف به مسکو و شورو خوجایف به ترکیه پرواز کردند. هفته‌نامه اس‌اس‌ار خبر داد که سید مرادوف از فرودگاه دوشنبه توسط تالار سیب به روسیه پرواز کرده است. منابع دیگر میگویند که او همراه همسر دویمش پرواز کرده فرزندانش را همراه دایه‌شان هنوز یک روز قبل، یعنی پیش از رابودن معاون رئیس آریان بانک، به روسیه فرستاده بود. رستم مشروف نفر چهارمی که مستقیما در رابودن اسمت اللهف از نزد خانهش دست داشت، روز 25 ایون به ترکیه و روز 3 ایون از آنجا با قصد رسیدن تا به یگان کشور اتحاد اروپا به مالدو فرار کرد. ولی در فرودگاه کیشینیوف دو افسر مالدوان را کشت و خودش نیز ده تیر خورده شام 3 ایول به اوش نامده جان داد. مالدو جسد او را به یکی از خویشاوندانش سپرد و روز 9 ایول جسد اشورف را برای دفن به تاجیکستان آوردند. در همین حال جستجوی جسد شورت اسمت اللهف در دریای زرافشان همچنان ادامه دارد. شورت اسمت اللهف که 49 سال داشت در گذشته رهبر شرکت پولفرستی وسترن یونیون در تاجیکستان بود. چند سال آخر معاون اول رئیس آریان بانک و عملا دست راست رئیس این بانک حسن اسدالله‌زاده بود. بنابر اطلاعات تفتیش شد جسد اسمت اللهف را آدم ربایان امروی ماشین
خوندای سناتا در کیلومتر 133 شورای دوشنبه خوجند به دریای زرفشان پرتافتند. گروهی از نمازگزاران شهر کتلنیکی روسیه در نوار به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مراجعت کرده خواستند که پیش روی قانون شکنی گرفته شود و از تحقیر مسلمانان جلوگیری گردد. در مراجعت ویدیوی گروهی از نمازگزاران مسجد کتلنیکی گفته می شود که روز جمعه هفته گذشته 7 ایول سال 2023 هنگام گذاشتن نماز جمعه گروهی از کارمندان عمان وارد مسجد شده نمازگزاران را تحقیر کردند. سخن از حادثه سنجش و بازداشت 7 ایول است که در شهر کتلنیکی ولایت مسکو رخ داد. آن روز کارمندان مقامات انتظامی هنگام گذاشتن نماز جمعه وارد مسجد شده ده حلونه تلاش کردند نمازگزاران را پراکنده کنند. مراجعت مسلمانان کتلنیکی روز 10 ایول سال 2023 در کانال رسمی اداره مسلمانان ولایت مسکو نشر شد. کارمندان عمان با پویافزول وارد مسجد شدند و نسبت نمازگزاران از نیرو استفاده کردند. آنجا زنان و کودکان نیز بودند. وقتی نمازگزاران که اکثرا شهروندان روسیه هستند از آنها طلب کردند که سبب چنین برخورد را شرح دهند، نیروهای انتظامی از سوختار خاموشکنک استفاده کردند. گفته می شود در نوار مراجعت کنندگان تاکید می کنند که فعالیت آنها قانونی است و آنها جمعیت مسلمانان شهر کتلنیکی با دستگیری مفتی روسیه شیخ راویل گاینوتین تأسیس یافته است. ما تنها از حساب نمازگزاران فعالیت می کنیم، از دولت کمک نمیگیریم، بناها را قانونا اجاره میگیریم. عمل افسران عمان به صلح و وحدت بین ملت ها و دین ها در جامعه لطمه وارد میکند. گفته میشود در نوار مراجعت کنندگان تاکید میکنند که در طول تاریخ مسلمانان همیشه در پهلوی وطن بودند. میان نمازگزاران مسجد ما اشتراکچیان عملیات مخصوص نظامی نیز هستند. وقتی آنها از عملیات نظامی برگشته در خانه خود ناعدالتی را میبینند، خود را تغییر شده میسوبند. تاکید کردند مؤلفان مراجعت نامه. آنها گفتند که مرکز ضد نقض قانونهای مهاجرت است، اما آنها نمیتوانند نفرانی که قانون را ویران میکنند در مسجد پیگیری کنند، زیرا این باید از جانب مقامات صلاحیت دار و بیرون از دیوارهای مرکز انجام داده شود. ما به شما برای حمایت مراجعت میکنیم. از شما خواهش میکنیم که به این وضع دخالت کنید و نسبت به ویران کنندگان قانون چاره سخت بینید، میگویند مسلمانان. یادآور میشویم که 7 ایول کارمندان عمان به مسجدی که در یک بنای 17 آشیانه در شهر کتلنیکی ولایت مسکو جایگیر است وارد شده، خواستند حاضرین را پراکنده کنند. آن زمان مسلمانان نماز جمعه را ادا میکردند. به گفته شاهدان نیروهای امنیتی وارد مسجد شده میخواستند همه نمازگزاران را از مسجد بیرون کنند، اما این کار به آنها میسر نشد. این رفتار کارمندان امان را اداره مسلمانان ولایت مسکو هم محکوم نمود. در جریان این عملیات حدود 70 نفر بازداشت شدند و آنها به ویران کردن قاعده های بود و باش متهم گردیدند. ماه های اخیر عملیات های مخصوص نیروهای انتظامی و امنیتی روسیه زیاد شده. آنها با بهانه های گوناگون مهاجران را مخصوصا تاجیکان را بازداشت و بازپرسی میکنند، اما سبب چنین مناسبت دهل را هیچ کدامی از مقامات روسیه شرح نمیدند. مهاجران تاجیک در کتلنیکی اینک دو ماه باز تحت تعقیب پیوسته و ریدها قرار دارند. دیمیتری پسکوف سخنگوی پرزیدنت روسیه روز 10 ایول سال 2023 خبر ملاقات پوتین با رهبر شرکت خصوصی حربی چویکا واگنر ایوگنی پریگوژن را که پس از شورش نوبفرجام این گروه به بلاروس بدرغه باید می شد تصدیق نمود. صبح 10 ایول اول دو روزنامه فرانسوی لیبرتیون چوپ پاریس با تکیه به منابع خود در نهادهای جاسوسی کشورهای اروپای غربی خبر داده بود که پریگوژن از بلاروس به مسکو برگشته در کاخ کرمل با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین و خورده است. بنابرای نوشته این رسانه معتبر فرانسوی، پریگوژن 1 ایول سال 2023 همراه فرماندهان سرایی گروه واگنر در کرمل با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین، سردار روزگواردیا ویکتور زولوتوف و رهبر خدمات جاسوسی خارجی روسیه سرگئی ناریشکین ملاقات کردند، ولی این نشریه تفصیلات نداد که در این واخوری که از یک طرف واگنر و از طرف دیگر منصبداران کلیدی مقامات قدرتی روسیه اشتراک داشتند کدام موضوعها بررسی شدند. ولی پسکوف گفت که ولادیمیر پوتین نه صحنه 1 ایول بلکه صحنه 29 ایون
با پریگوژن و فرماندهان واگنر نزدیک 3 ساعت صحبت نمود. در عموم از دو طرف 35 نفر در این جلسه اشتراک داشتند، اما پسکوف از باقی اشتراکچیان این ملاقات نام نبرده است. این در حالی است که همان روز 29 ایون پسکوف به روزنامه‌نگاران گفته بود که از مکان بود و باش پریگوژن خبر ندارد. از طرف دیگر پوتین روز 29 ایون در محفل با نام سیلنی ایدیه دلیه نو و ورمینی یا عقیده های قوی برای زمان نو اشتراک نموده صورت یک آدم سرخ را کشیده بود. برخی حدس میزنند که شاید کرمل برای پس زدن ارزش معلومات های نیات های جاسوسی غرب روز برگزاری ملاقات واگنر ها با پوتین را قصدن تغییر داده باشد، زیرا ماس پس از نشر خبر ملاقات پوتین و واگنر ها از طرف روزنامه فرانسوی کرمل مجبور شد که اون را تایید و رسانه کند. تا این زمان این واخوری مخفی بود و کسی از آن خبر نداشت. بنابرای گفته پسکوف رئیس جمهور تقریبا 35 نفر را در کوخ کرمل صحنه 29 ایون به ملاقات دعوت نموده بود. از جمله ایوگنی پریگوژن و فرماندهان اطریات های این گروه در نشست حضور داشتند. در افت صحبت پرزیدنت از نقشه این گروه در اجرای عملیات مخصوص حربی یادآور شد. همچنین از راهپیمایی آنها به سوی مسکو یادآور شده نقطه نظر خود را به آنها رساند. همزمان پرزیدنت نظر فرماندهان واگنر را در مورد حادثه رخ داده یا اوشوب نیز شنید. آنها سرسپردگی خود را نسبت به سرفرمانده قوه های مسلح روسیه ابراز نموده تاکید کردند که مدافع خود و مرز و بوم کشور را ادامه خواهند داد. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. آشپز مشهور ترک براک اوزدمیر، مالک برند و شبکه طلبخانه های تازه این براک در شهرهای گوناگون دنیا از جمله در دوشنبه روز 9 ایول سال 2023 در صفحه‌اش در اینستاگرام ویدیو شیرین را در باره چگونه با دست خودش تیار کردن سندویچ های همبرگر و کارتوشک و همین طور شخصا برده به زنان و دختران روروب در کوچه های پایتخت تاجیکستان تقسیم کردن این محصول دستانش نشر کرد. براک اوزدمیر در این ویدیو نوشته است که محبت بزرگترین ارتباط است. در ویدیو دیده می شود که چگونه این آشپز مشهور در روی یک میز بزرگ سندویچ ها را یک تا یک تا تیار می کند و سپس کارتوش که نوی فری پخته در کوچه های علایده جا می کند و سپس به کوچه های دوشنبه برآمده به زنان و دختران روروب تقسیم می کند. این زنان و دختران روروب از این که آشپز مشهور جهانی لطف کرده شخصا برای آنها غذا آماده کرده است به وجه آمده دعایش می دهند که خدا پیش روی کارتان را کشاده گرداند و فیض و برکت را در کار و تجارتتان بیفزاید. در بین همگی یک روز در کانال براک اوزدمیر در اینستاگرام این ویدیو را یک از 9 میلیون نفر لایک گذاشته، بیش از 25 هزار نفر زیر آن شرح نوشتند. اکثر تماشابینان به این آشپز معروف برای این عمل ثوابش آفرین خوانده برایش برار و کامیابی های بازم بیشتر تمنو کردند. صفحه براک اوزدمیر در اینستاگرام قریب 49 میلیون پیرو دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن باز یک حادثه کشتار امسر در جریان مناقشه اویلوی خبر داد. به مقامات میلیسی این شهر خبر داد است که صبح 7 ایول سال 2023 تخمینا ساعت 9:30 دقیقه پدرش مرد 52 ساله ساکن ترسونزاده در داخل آشخانه منزل استقامتیشان در جریان مناقشه اویلوی به غضب آمده با کار چند مرتبه به بدن مادر 44 ساله اش زده است. در نتیجه جبر دیده، جراحات های گوناگون جسمانی برداشته در جای حادثه به هلاکت رسیده است. بعد این پدر خاندان با کار چند مرتبه به بدن خود زده قصد خودکشی کرده است. او را با جراحات های گوناگون جسمانی در بیمارخانه بستری کردند. وزارت کارهای داخله بجز از عباره بنابر سبب مناقشه اویلوی درباره سبب های این مناقشه خونین زن و شوهر در ترسونزاده تفصیلات دیگر نداده است. وطن او گفته است که اوید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. دیگر اعضای این خانواده برای شر مستقیم این مناقشه خونین که اونها را از مادر محروم کرد و پدرشان را پشت پنجره برد دسترس نیستند. به ساکن ترسونزاده برای کشتن امسرش بر اساس ماده 104
کودکس جنایتی تاجیکستان همچون جزا تا 15 سال زندان تعدید میکند. ماه پیش وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از آشکار شدن یک مورد دیگر کشتار خویشاوند نزدیک در جریان مناقشه اویلوی در تورسونزاده خبر داد. آن وقت در تورسونزاده خسر با کلند 3 مرتبه به سر دامادش زده است. در نتیجه داماد بر اثر این ضربه های خسورش جرات های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسید. با پدر عروس سال خورده نیز برای کشتن دامادش همچون جزا تا 15 سال زندان تعدید میکند. وقتهای آخر از تاجیکستان در باره کشتار و قصد کشتار خویشاوندان نزدیک خبرهای زیاد به دست میرسند. کشتار همسران در اکثر مواردها در زمینه رشک صورت میگیرد. از نام شهردار دوشنبه رستم امومالی به بهادر عثمانوف مشتن تاجیک که ماه مای در چمپیونات بوکس جوان در شهر تاشکند سزاوار مدال برنجی شد ماشین توفه کردند. کلید ماشین نو را به بهادر عثمانوف روز 7 ایول سال 2023 در جلسه جمع‌بستی فدراسیون بوکس تاجیکستان معاون شهردار دوشنبه دلبر عادل‌زاده سپرد. فدراسیون بوکس به نوبت خود بهادر عثمانوف را برای این دستاوردش با 70,000 سومونی جایزه پولی قدردانی کرده است. بهادر عثمانوف بعد 12 سال نخستین مشتن تاجیک است که در چمپیونات بوکس جوان صاحب مدال شد. از این قبل در سال 2011 انور یونسوف در چمپیونات جهان صاحب مدال شده بود. در چمپیونات امسال جهان که در پایتخت ازبکستان دایر شد، بهادر عثمانوف در وزن تا 63 کیلوگرم تا به دور نهایی رسید، ولی متاسفانه در رقابت برای راه یافتن به فینال از مشتن مغول چینزوریک به ترسوخ شکست خورد. مشتن تاجیک گفت جای سوم در چمپیونات جهان برای هر یک ورزشگر دستاوری بزرگ است، ولی این حد نهایی امکانات او نیست. من بازم قوی تر آماده می شوم. در رده بندی جهانی پیش صف می شوم. تشکر زیاد برای دستگیری و تبریکاتتان، گفته بود بهادر بعد چمپیونات. کمیته اولادهای فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسی خبر داد که روزهای 14 و 15 ایول سال 2023 در قلمرو ولایت‌های خطلان، سغد، همچنین نواحی توبه جمهوری بر اثر شدت گرفتن شمال از سمت جنوب و شرق گرد و چنگ و خاک بارش در نظر داشته شده است. کمیته اولادهای فوق‌العاده در این ارتباط از ساکنان خواسته است که در این روزها به افراد گرفتار به بیماری‌های دل و رگ‌ها، دیابت قند و فشار خون اهمیت بیشتر دهند. کمیته از رانندگان، دوستداران کوهنوردی و سیر و سیاحت خواسته است که هنگام حرکت در راه‌های کوهستان قاعده‌های بی‌خطری و فاصله بین واسطه نقلیات را قطعاً رعایت کنند، زیرا در این روزها خطر سنگریز و سیل و ترمای و یرچ زیاد می شود. کمیته اولادهای فوق‌العاده همچنین برای پیشگیری از خطر این هوای نامساعد توصیه می دهد. بیشتر آب تازه نوشید. تا حد امکان تریزه های خانه را پوشید. همیشه و پیوسته هوای داخل خانه را پاک و تازه نگاه دارید. دختران در این گونه روزها پوشیدن هر گونه عینک های ارتباطی را اجازت نمی دهند. معیار داروهای استعمالی را در این روزها کاهش ندهید. همیشه با خود اینگالیاتور داشته باشید. در حال پیش آمدن اولت فوق‌العاده به تلفن 112 و یا به قسم نوبداری کمیته اولت فوق‌العاده 223-13-11 زنگ زنید. تماشا بینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و در باره تاجیکستان و اطراف اون را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه پیگیری نموید. www.bomdod.com خوش باشید.